سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدین به ویدیو دیگه. آقا تو این ویدیو قراره بهتون یه بازی معرفی کنم که توی یوتیوب طرفدارای خیلی زیادی داره. یه بازی قدیمیه ولی طرفداراش تو یوتیوب خیلی زیادن. مثلا شخصی که 2 ماه پیش ویدیو گذاشته تا الان نزدیک به 3-4 میلیون بازدید خورده. خیلی خب، قبل از اینکه بریم سراغ معرفی این بازی، اگه میخواین از یوتیوب درآمد داشته باشین، ببینید ما تو کانالمون هر روز ایده های کسب درآمد از یوتیوب منتشر میکنیم. همچنین یه سری تکنیک هایی بهتون میگیم که میتونین بازدیداتون رو ببرین بالا. پس حتما کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش رو ریال یا همه تنظیم کنید. همچنین اگه دوست داشتین میتونین ویدیوهای قبلی رو ببینین که بتونین از یوتیوب درآمد خوبی داشته باشین. اوکی، بریم سراغ معرفی بازی و ویدیو جدیدمون. ببینید، بازی که تو این ویدیو قراره بهتون معرفی کنیم بازی GTA San Andreas هستش. ببینید این بازی دیگه اکثرا همتون بازی کردین. آیا این بازی قدیمی شده؟ ببینید جواب سوالتون توی خود یوتیوب هست. مثلا همین 2 ماه پیش یه شخصی اومده حالا یه ویدیویی از این بازی گذاشته، 3.5 میلیون بازدید خورده. دوباره 2 ماه پیش یه شخصی اومده یه ویدیویی گذاشته، 185 هزار بازدید خورده. من با این صفحه اول یوتیوب کار ندارم. اینجا شما کانال های خیلی زیادی پیدا میکنین که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن. من الان قراره یه کانالی بهتون نشون بدم که به صورت متفاوت داره از این بازی کسب درآمد میکنه. حالا میریم جلوتر میبینیم. فقط قبلش بگم شما نیاز به کامپیوتر ندارین، با همون گوشی هم که الان دستتون هست میتونین از این بازی کسب درآمد بکنین. ببینید، اگه میخواین از گوشی استفاده کنین، با گوشی بازی کنین و از صفحه گوشیتون فیلم برداری کنین، ببینید نیازه که توی گوگل سرچ بکنین GTA اندروید. سایت های زیادی واسه شما میاره که میتونین بازی GTA رو واسه اندروید دانلود بکنید. ببینید تو خود گوگل پلی هم هست، توی سایت های ایرانی هم هست، مود های مختلف هم داره. مثلا شما میتونین مود ترسناکش رو دانلود بکنین، میتونین مود اصلیش رو دانلود بکنین. خلاصه کافیه فقط سرچ بکنین و انواع و اقسام مودهاش رو پیدا بکنین. حالا من اینجا یه مثال زدم واسه تون، گفتم مود ترسناک دیگه. ببینیم آیا مود ترسناکش بازدید خوبی داره یا نه. من الان یه گزینه اسکریو تایپ کردم جلوش، ببینید مود ترسناکش هم بازدیدهای خوبی میگیره. الان اینو نگاه کنین، مثلا یه سال پیش 163 هزار، 9 روز پیش 4 هزار. خب میبینین که مودهای مختلفی داره و میتونین ازش استفاده کنین. ولی خب همونطوری که میبینیم بازدیداش یکم نسبت به نسخه اصلی پایین تره. نسخه اصلی هم همونطور که گفتم دیگه خیلی کانالا دارن فعالیت میکنن و یکم رقابت توش سخته. برای اینکه بتونین توی نسخه اصلی بازدیدای بالایی بگیرین چیکار میتونین بکنین؟ ببینید، من یه کانالی واسهتون میارم، کانال اکریتمر یا همچین چیزی اسمش، خودتون میتونین اسمش رو ببینین دیگه. ببینید این شخص 3.5 میلیون سابسکرایب داره با 921 ویدیو. 921 ویدیو لانگ نذاشته، ویدیو شورت زیاد کار میکنه، روزی 3-4 تا ویدیو شورت میذاره. ببینید دوستان، کار این چیه؟ کار این شخص اینه که میاد از توی GTA صحنه‌های خنده‌دار میسازه، صحنه های خنده داری که یکم واقعیت تلخ توش باشه. منظورم چیه؟ میریم توی ویدیوهای کوتاهش میبینیم. ویدیوهای بلندش که اصولا گیم پلیه، چیز خاصی نداره توی ویدیوهای بلند. یکم اومده بازی کرده، همون فیلمو گذاشته. ولی اگه من بیام وارد ویدیوهای کوتاه بشم، ببینید ویدیو کوتاه خیلی منتشر کرده، به چه صورته؟ میاد بازی رو انجام میده، خب ویدیو بازی رو بالا قرار میده، ویدیو ریاکشن خود شو پایین قرار میده. حالا یه ترفندی من بهتون بگم، شما میتونین قسمت بالای بازی های همین شخص رو وردارین، پایین تصویر خودتون رو بذارین، ویدیو خودتون رو بذارین و آپلود بکنین. یوتیوب هم اصلا کپی رایت نمیزنه، چون دارین ریاکشن میریم بهش و از قانون فریوز استفاده کردین. خیلی خب، حالا بگذریم از این صحبت ها، من بیام روی گزینه محبوب ها کلیک بکنم. ببینید وقتی وارد محبوب ترین ویدیوهاش میشین، اینو ول کنین. این 120 میلیون بازدید خورده واسه اینکه اگه شما کانال این شخص رو باز کنین، اولین ویدیوش اینه، به خاطر همینه که بازدیداش خیلی رفته بالا. البته مربوط به جی تی ای یا ویدیو فانی هم هستش، 100% ویدیو قابلی بوده که تونسته 120 میلیون بازدید بگیره. ولی حالا اگه بیاین ویدیو بعدیشو نگاه کنین، ببینید من این ویدیو رو باز کنم، امیدوارم کپی رایت نخورم. من یکم اینا رو هی میزنم روی استوب که کپی رایت نخورم، هم بتونم بهتون توضیح بدم داستان چیه.
ببینید مثلا اومده توی بازی وایساده، یه شخصی داره اینو میزنه. ببینید شخصی که داره میزنه یه شخص سفیده، خب گرفتین داستان چیه؟ اونی که داره میزنه یه شخص سفیده، این خودش تیره تره. حالا من نمیتونم خیلی واضح حرف بزنم، شاید مشکل ساز بشه واسه کانالم، ولی ببینید این همینطوری داره میزنه، پلیس هم اینجا هیچی نمیگه. این الان یه دونه مش زد، پلیس سریع اومد با هم گرفتن دارن اینو میزنن. حالا ریاکشن اینو ببینید، ریاکشنشو ببینید. امیدوارم منظورمو گرفته باشین دیگه. اون داستانایی که تو آمریکا وجود داره راجبه اونایی که کم رنگ پوستشون تیره تر و اینا، خلاصه اومده یه ویدیو فان در آورده. ویدیو فانه ولی یه واقعیت تلخی هم توش هست. به خاطر همین ببینید نزدیک به 4 میلیون لایک گرفته، 30,000 کامنت گرفته. حالا اگه بیایم وارد کانالش بشیم ببینید 66 میلیون بازدید گرفته. یا بقیه ویدیوهاش هم بیاین نگاه کنین همینه دیگه. ببینید بقیه ویدیوهاش هم همش تو همین سبک ویدیوه. خلاصه شما میتونین بیاین از ویدیوهای خود این شخص استفاده کنین، همونطور که گفتم تیکه بالاشو ببرین بیارین توی ویدیو خودتون و پایین ریاکشن خودتون رو بذارین. اگه نخواستین میتونین بازی خودتون دانلود کنین و خودتون از صفر ویدیو بسازین. خیلی خب دوستان، اینم از کانالی بود که میخواستم بهتون معرفی کنم. حالا درآمدش چقدره؟ ببینید همونطور که بهتون گفتم این کانال بیشتر از ویدیو شورت درآمد داره، ولی خب ویدیو لانگ هم منتشر میکرد دیگه. ویدیو لانگ هم دیدین دیگه، تو کانالش هست. خلاصه حتی اگه ویدیو لانگ هم آپلود نکنه، فقط ویدیو شورت هم آپلود بکنه، 46 میلیون ماه آخر بازدید داشته. ببینید 46 میلیون درآمد خیلی زیادی میتونه واسهش داشته باشه، حتی از ویدیو شورت دیگه. حالا من بیام یه حساب سرانگشتی هم واسهتون بکنم ببینیم این کانال چقدر درآمد داره. 46 میلیون تقسیم بر 1000، خب میشه 46,000 ضرب داره 4 سنت تقریبا. ما دیگه کف قیمتش رو حساب میکنیم، 4 سنت چقدر میشه؟ میشه 1840 دلار، تقریبا نزدیک به 2000 دلار درآمد داره. حالا ویدیوهای لانگش رو حساب نکردیم ها، اگه بخوایم ویدیوهای لانگ هم حساب کنیم نزدیک 2-3000 دلار هم ماهیانه از ویدیو لانگش درآمد داره، ولی همین ویدیو شورت رو که من حساب کردم نزدیک 2000 دلار درآمد داره. ضرب داره چقدر؟ ضرب داره 50,000 تومان. ببینیم چقدر میشه، تقریبا میشه 92 میلیون تومان به صورت ماهانه فقط از ویدیو شورت درآمد داره. حالا یه نکته رو بهتون بگم، ببینید این شخصی که داره این کارو میکنه اصلا آمریکایی نیست، این شخص عربستانیه. کشورش رو نگاه کنین، سعودی عربیا. این شخص عربستانیه ولی زرنگیش رو نگاه کنین، داره از اتفاقایی که توی آمریکا میفته توی عربستان داره استفاده میکنه، ویدیو میسازه. پس ببینید شما اگه بتونین یه ایده رو خوب اجرا کنین، فرقی نمیکنه کجا باشین، از همه جا میتونین درآمد خوبی داشته باشین. خیلی خوب دوستان، همه توضیحاتش رو دادم، ممنون که تا اینجا با ما بودین. فقط لطف کنید اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنین. اگه دوست دارین هر روز از ایده های جدید و تکنیک های یوتیوب مطلع بشین حتما کانال رو سابسکرایب کنین. همینطور بیاین ویدیوهای قبلی رو ببینین، این تنها ایده یوتیوبی ما نبود، نزدیک به 100 تا ایده یوتیوبی واسهتون منتشر کردیم که میتونین همش رو ببینین و از هر کدوم خوشتون اومد استفاده کنین. فعلا روزتون خوش، خدا نگهدار.